سلام، شهریار هستم. اینجا پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، این دفعه در رابطه با زنده یاد فردین. پیشا پیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید، دکمه زنگوله رو فشار میدید، صرفا جهت اینکه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید و با لایکتون از ویدیوها و کارهای ما حمایت میکنید. محمد علی فردین، متولد 15 بهمن 1309 در تهران، از خانواده هنردوست، در محلی بین خیابان شهباز سابق و خیابان ری به اسم ادیب الممالک کوچه صحت به دنیا آمد. پدرش علی گل فردین کارمند اداره تسلیحات و از بازیگران تئاتر در کنار تقی ظهوری کارهای مولیر را اجرا می‌کرد. محمد علی در خانواده پدریش دو برادر به نام‌های عباس و ایرج و یک خواهر داشت. او فرزند ارشد خانواده محسوب می‌شد. دوران ابتدایی رو در دبستان ترقی در خیابان شهباز و دوره متوسطه رو در دبیرستان آذر در خیابان شاه‌آباد گذراند و موفق به اخذ دیپلم گردید. در سن 18 سالگی راهی سربازی شد و 2 سال در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی خدمت کرد. فردین در سن 19 سالگی با دوشیزه مهری خمارلو ازدواج کرد. همسرش از آشنایی و ازدواج با فردین چنین میگوید: فردین دوست برادرم بود، با هم ورزش میکردن و موجب آشنایی مختصر من و فردین شد. پیشنهاد ازدواج از طریق برادرم مطرح شد. او بسیار سربزیر و محجوب بود. او با 19 سال سن و من هم 17 ساله در همون سال ازدواج کردیم. محمد علی فردین از مهری خمارلو دارای 4 فرزند به نام های سعید، سیاوش، عاطفه و آمن است. شاید جالب باشه بدونید شهرت فردین از سینما آغاز نشد، بلکه مدال نقره المپیک کشتی نخستین بار او را بر روی سکوی شهرت برد. در سن 16 سالگی علی‌رغم مخالفت‌های پدر به شکل حرفه‌ای به ورزش‌هایی چون فوتبال، ژیمناستیک، شنا و هالتر پرداخت و با تغییر پی در پی در رشته‌های ورزشی سرانجام از دنیای کشتی سر درآورد. او به باشگاه نیرو و راستی رفت و زیر نظر کیومرث ابوالملوکی به فراگیری فنون کشتی پرداخت. ابوالملوکی در مورد فردین می‌گوید بسیار باهوش بود. فنون کشتی را به راحتی یاد می‌گرفت و راحت‌تر از آن اجرا می‌کرد. بیش از آن که از زور و بازو و قدرت استفاده بکنه، از هوش و ذکاوت خودش بهره می برد. بعدها فردین به باشگاه تهران رفت. در اینجا بود که با غلامرضا تختی آشنا شد. او در این باشگاه زیر نظر حبیب الله بلور به صورت حرفه‌ای کشتی رو دنبال کرد. وی اولین بار در مسابقات قهرمانی کشور در رشته آزاد در سال 1332 در اصفهان در وزن ششم مدال برنز گرفت و در سال 1333 در انتخابی تیم ملی در وزن 73 کیلو برگزیده شد و راهی تیم ملی گردید. در دومین دوره مسابقات جهانی در سال 1954 میلادی در توکیو به همراه محمود ملا قاسمی، محمد مهدی یعقوبی، ناصر گیوچی، توفیق جهانبخت، عباس زندی، غلامرضا تختی و احمد وفادار اعضای تیم ملی را تشکیل دادند و در نهایت در این مسابقات تیم ایران 2 مدال طلا در اوزان 67 و 79 کیلوگرم توسط مرحوم توفیق جهانبخت و عباس زندی به دست آورد. اما در وزن 73 کیلوگرم محمد علی فردین با شکست حریفانی از فیلیپین، سوئد، آرژانتین و ژاپن فینالیست شد، ولی در مبارزه پایانی مغلوب حریف گرجی از شوروی سابق شد و با مدال نقره به کار خود پایان داد. همچنین در سال 1336 قهرمانی کشور در تهران یک وزن پایین‌تر در وزن پنجم با شکست همه مدعیان عنوان قهرمانی را به دست آورد. فردین برای اینکه ثابت کند در رشته فرنگی نیز تبحر دارد، در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1337 در تهران در وزن ششم بعد از اینکه همه حریفان خود را تا فینال شکست داد، در مبارزه نهایی نیز در فینالی تکراری از صد محمد بهادری گذشت و با کسب عنوان قهرمانی در صدر وزن ششمی ها قرار گرفت. وی به دلیل آسیب دیدگی مجبور شد با دنیای کشتی خداحافظی کند. محمد علی فردین از معدود قهرمانانی است که هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی عنوان قهرمانی ایران را نصیب خودش کرده. از افتخارات ورزشی محمد علی فردین میتونیم به قهرمانی کشور در سال 1332 در اصفهان، نفر اول انتخابی تیم ملی در سال 1333، نقره مسابقات جهانی 1954 در توکیو، عضو تیم ملی اعزامی به جشنواره جهانی 1955 ورشو، قهرمانی کشور در سال 1336، مسابقات جهانی 1957 استانبول با کسب رتبه چهارم، طلای کشتی فرنگی قهرمانی کشور در سال 1337 اشاره بکنیم. فردین در سال 1338 نخستین فیلم خود را با عنوان دوقلوها بازی کرد. او در فیلم‌های گنج قارون، سلطان قلب‌ها شهرت و محبوبیت بسیاری به دست آورد. خیلی
من باید شدم. البته باید خسارتشم بدم. باریکلا پسر خوب، حالا باید همه این کارا رو زود انجام بدیم و برگردیم خونه که مامانم دلواپس نشه. اطاعت سرکار علیه، اطاعت. قدرت فردین در بازیگری قابل توصیف نیست. نقشه او در فیلمهاش همیشه ارتباط مستقیم با مردم داشت. او در فیلمهاش نامهای عامیانه داشت و خانه و غذاش بسیار ساده بود و غالبا فقیر بود. در اون مایه طنز در شخصیت او، او را هرچه بیشتر در میان مردم محبوب کرد. او در فیلمهای زیادی با ظهوری همبازی بود. مگه نه اینکه ما شریکی؟ خب بله، متا 10 به 90. مگه نه اینکه ما رفیقی؟ اخ گربونه، اون رفیق گفتنه داره، تالا به من نگفته بود رفیق. گربونه تو. پس من اینجا رو تر تمیز میکنم. این کار تا حدی خطرناک، ایشالا دست موزش خطر دان کنه. شما به اسم کارلو لانزا و ایتالیایی به این ماموریت بینید. ما حاضریم علاوه بر حقوق هفتگی و هزینه سفر $10,000 هم به شما پاداش نقدی بدیم، البته در صورت موفقیت. اما دنیا مثل سکه دورو داره، هیچکی نمیدونه شیر میشینه زمین یا خلف. به چیزی احتیاج پیدا کردی؟ من نه. دیگه تو شنشیازی نیستی که میرخصی، زن سابق ایوبی. با اون رسوایی چی کار بکنم؟ اگه کسی دیگه جای من بود چی کار میکرد؟ لابد باید بیام بیفتم رو پاهات، خاک پات تو سر و چشمم بریزم، از این همه مردونگی تشکر کنم. اما من نمیتونم. بله؟ لا 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 لا، حالا یه چیزی بهش میگم. آن مارو گوم شدی که تا کی گفتی میری خونه؟ والا داداش گفتم سر رای سری به این آقایون لوتیا بزنم و باهاشون سر بشکنم. اون مرد مثل لاشخور بالا سرت وایساده، من نمیخوام تو اینجا پا بزنی. هر طور که تو عشقته. اون تشریفا و فریادا یادته؟ حالا درسته که من سالای سال دوشک کشتی و عنوان پهلوانی رو گذاشتم کنار، اما غیرت پهلوانی تو خونمه، اونو نمیتونم کنار بذارم. فردین علاوه بر بازیگری در زمینه کارگردانی، نویسندگی، مشاوره فیلمنامه و تدوینگر نیز فعالیت داشت. فردین در سال 1361 آخرین فیلمش به عنوان برزخی ها رو بازی کرد و از اون به بعد اجازه بازیگری رو از او گرفتن. با این وجود او حاضر به ترک کشور نشد. بند دلت پاره شده غلام، چه خبرت؟ دنانات به هم میخوره. کت خدا. تا اونو کت خدا. چهار دیواری خانه‌تون مرد مردایین. حالا چطور شده؟ فردین در دوره اوج موجب به وجود اومدن یک سبک به نام سبک فردینی شد که طرفداران بسیار زیادی داشت. وی شخصی نیکوکار بود. او کلیه هزینه کفن و دفن جهان پهلوان تختی رو تقبل کرد و در دوره دستمزد بازیگریش رو برای تهیه جهیزیه به یک دختر داد. همچنین وی هزینه ساخت 18 مدرسه رو تقبل کرد که این گونه نیکوکاری ها پس از درگذشت او مطرح و شناخته شد. سرانجام فردین در فروردین ماه 1379 چشم از جهان فرو بست و در میان سیل هنرمندان و هنردوستان با یک تشییع جنازه بی سابقه در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. مرا کجا می‌بری وای حسینم، وای حسینم، وای حسینم. نارملا عین‌الدین عروس محمدعلی فردین به تازگی در گفتگوی نکات جالب و کمتر شنیده شده ای رو درباره پدر شوهرش بیان کرده. او درباره بهترین خاطره از پدر شوهرش اظهار داشت. بهترین خاطره ای که از پدر همسرم به یاد دارم مربوط به روزیه که به سینما جمهوری رفتم. یک نقاشی سیاه قلم از چهره او در دفترشون بود. تا چشمم به این تابلو افتاد به آقای فردین گفتم این تابلو سیاه قلم بی نظیره. از من پرسید از تابلو خوشت اومده؟ گفتم خیلی زیاد. به خانه برگشتم و 2 ساعت بعد پدر همسرم اون تابلو بزرگ رو با وانت برام فرستاد. شب قبل از فوت کمتر صحبت میکرد. عین‌الدین درباره درگذشت فردین میگه شب قبل از فوت آقای فردین شام مهمون خونشون بودیم. همه چیز مثل همیشه بود و فقط نسبت به روزهای قبل کمتر صحبت میکرد. فردای آن روز حدود ساعت 4 بعد از ظهر بچه ها رو با سیاوش پارک برده بودیم که برادر همسرم به سیاوش زنگ زد و خیلی ناگهانی اعلام کرد که پدر فوت شده. سیاوش شوکه شد و به منزلشون رفتیم. وی ادامه داد مادر شوهرم تعریف میکرد که از ظهر همان روز احساس درد داشت و فکر میکرد یک معده درد ساده است. البته حال عمومیش خوب بوده و فقط دردی خفیف در قفسه سینه احساس میکرده. اوژانس میاد و تشخیص میده که ممکنه از قلبش باشه، تا اینکه یک قرص نیتروگلیسیرین میخوره و میخوابه. مادر همسرم مدام به او سر میزده و حالش مساعد بوده، تا اینکه برای خوردن قهوه صداش میکنه و متوجه میشه که بسیار آرام و بی سر و صدا فوت کرده.
عروس فردین. نکته جالبی هم درباره پیشنهاد بازی در فیلم جهان پهلوان تختی که علی حاتمی بنا بود اون رو بسازه و در نهایت افخمی اون رو کارگردانی کرد بیان نمود. وی گفت وقتی به آقای فردین پیشنهاد ایفای نقش تختی رو دادن، او گفت به جای تختی بازی نمی کنم، ولی به شرطی این پیشنهاد رو قبول می کنم که کارگردان این فیلمم خودم باشم. روحشون شاد، یادشون گرامی. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون راجع به محمدعلی فردین پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعدی، خدا رو نگهدار شما.